خب ساشا بیاد بالا. ساشا بیا بالا ایزم. خب بذار یه دوست دیگر رو بیاریم، هر کدوم زودتر رسید بیاد بالا. دانیال تا چند بار درخواست میدی؟ دوباره آوردمت دیگه. درود بر شما سلام بانو سلام، درود بر شما، احوال زنده شما باشه. خوب هستی؟ خوب هستی، زنده باشید. من خواستم بهتون بگم که من دلیلی که باعث شد که بیام برنامه هاتون رو نگاه کنم از آقای مجتبی واحدی بود و ایشون یه برنامه ساختن و این بود صحبتشون، میگفت آقای دانا خیلی به من توهین کرده بودن و بعد داشت چقدر از شما تعریف میکرد و میگفتن که ولی آقای دانا اصلا انگار عوض شدن و حتی برای مهسا اشک ریختن و اینو من خیلی دوست داشتم و میگم برنامه هاتون هم همه رو گوش کردم که میگید که ما از اولش این استراتژی ما بود، درسته، ولی خب این استراتژی بود که خیلی از افرادی که مثلا انقلاب مهسا رو خیلی قبول دارن اون استراتژی شما رو نمیپسندیدند، درست میگم؟ مثلا خب خیلی دوست داشتن که به مثلا خامنه‌ای بگین ایزد نشان و این که شما برگشتید به سمت مردم خیلی ارزش نه من از اول نه اصلا من از اول جای درست بودم. اون موقع هم که ما دفاع میکردیم اینجا ببین، آخه من که همینجوری نرفتم دفاع کنم، من بودم، اردشیر زاهدی بود. بله اصلا تمام ببین تمام آدم حسابیایی که دور رضا پهلوی بودن ماها دل سرد شدیم از اپوزیسیون و درست هم دل سرد شدیم، حرفامون هم آخه سر اپوزیسیون درست در اومد، شما دیدید یعنی اینا روزی که ما هم جمع شدن خیلی به من از این دشمنان پیام دادن دلت میسوزه که الان تو اون جمع کنار مسیح علی نژاد اینا نیستی. بعد من فقط بهشون خندیدم گفتم اینا سر 6 ماه دعواشون میشه. آره. چون من 22 ساله ببین من این کتابو تو لس آنجلس چاپ شده، درسته. اصلا شیر و خورشید همیشه اینجا شیر و خورشید بوده. تمام برنامه‌ای که من خامنه‌ای هم تعریف می‌کردم داشتم تلاش می‌کردم که یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که آقا اینا کشور رو دارن بعد 10 میلیونن. خب واقعا هم همینه، درسته. یعنی ما آینده‌ام این 10 میلیون رو نمی‌دونم بعد چیکار کنم. 10 میلیونی هستن که کله ندارن، مغز ندارن. شما اون آقایی که اومد قبلش توی عالم هپروتن، یعنی خب ما چیکار باید با اینا با؟ اپوزیسیون ما متاسفانه اولا که به شما از 8 میلیون ایرانی که خارجن تمام شلوغیایی که شد سر مهسا امینی تو خارج 500 هزار نفر اومدن تو خیابون، که البته تعداد رقم زیادیه 500 هزار تا. من آمار دقیقش رو نمیدونم، کل نمیدونم آمار دقیقش. من اینجا چیزا چون برام جالبه آمار داشتم. لس آنجلس تا اون اتفاقی که برای خامنه اسپانیون تو برلین افتاد، خب اتفاق بزرگی بود ولی 30 هزار نفر جمع شد. 30 هزار نفر خیلی زیاده، ولی خب جمعیت ایرانیای فقط آلمان 300 هزار تا است. درست. بعد تازه این از کل اروپا جمع شد. یعنی من این قضایا رو نگاه میکنم، یه نگاه کلی تری به قضایا دارم چون کار فکری میکنم. ما متاسفانه الان ما داشت تلاش میکنیم، ما دیگه سال 2016 اینا دیگه مطمئن شدیم این اپوزیسیون، آخه ما اپوزیسیون نداریم، ما کارگزار یه سری این گروه ها چیز داریم، اندیشکده ها رو داریم و بیزنسه. یعنی الان رضا پهلوی هر چی میگه میره فاکتور میکنه، این پولش رو باید بگیره. درست میگید، دقیقا درست میگید. این حرفتون رو قبول دارم، یعنی در ارتباط فکر کنم جزء اولین نفرایی بودین که اومدین در ارتباط فاند هایی که مثلا آقای پهلوی میگیرن. من 2014 گفتم از اون خودم تو مرحله من اون برنامه رو موقع دنبال نمیکردم. من 2013 با رضا پهلوی کار میکردم. بله. من تو تیم دوستان بودیم، تو شورای ملی من بودم، داریوش دولتشاهی بود اینا. منتها همیشه سوال بود که چرا آقای زاهدی فاصله گرفته. بعد با آقای زاهدی از سال 2015 من نزدیک شدم، گو اصلا خیلی افسرده بود تو این زمینه، میگفت این اپوزیسیون اصلا هیچی عقیدتی کار نمی کنن، فقط دنبال پولن. چرا صدا قطع شد؟ نه صدای شما هست. آه اوکی، یه لحظه شما قطع شدید، بفرمایید. الان هست. نه یه خورده اینترنتتون ضعیفه چون تو ماشینید برمیگرده. اوکی. بعد دیگه ما وقتی که این قضیه رو دیدیم گفتیم بریم حداقل از بله من دارم قطع میشم یه خورده کوچولو، نمیدونم چرا حالا برمیگردم الان. ولی مسئله که بود ما دیگه در نهایت گفتیم که بریم اینا که حالا حکومت دارن با قربون، چون تو اونجایی که فوش دادیم دیدیم فایده نداره، گفتیم بریم یه مقدار از اینا تعریف تمجید کنیم شاید گوش کنن. و اتفاقا افتاد، یعنی اصلا من یک دفعه اصلا با این پیشینه ای که 5 بار تو ایران زندان رفتم با یه ذره تعریف کردن، چون آخه میگه بچه شیه اینا یه جریانی هستن تو این 1400 سال تو سری خور، یعنی کمبود محبت تاریخی دارن. درست. یه مقدار باهاشون محبت کنید، یعنی شما همین الان یه دونه لایو بذار بگو آقا مثلا 4 تا تعریف کن از شیعه، اینا اینقدر کمبود محبت دارن یه دفعه شما میشی خداشون، یعنی یه حالت اینجوریه.
یه رفعه دیدیم که افراد خیلی مهمی در درون نظام با ما ارتباط گرفتن. خب ما هم خیلی خوشحال شدیم، یعنی دیدیم که الان داریم یواش یواش تو قسمت تصمیم گیریشون کار میکنیم. منتها حرف ما به اینا این بود که آقا ما از شما دفاع میکنیم، کل اپوزیسیون هم میزنیم، شما بی خیال حجاب و اینجور چیزا باش، یعنی نمیشه شما این، یعنی یه خورده فضا رو باز بذارید. و متاسفانه سر داستان مهسا دیدیم که اینا اول آخر نمیتونن، یعنی اول آخر این مذهب، یعنی ما میخواستیم جراحی هجومی نکنیم، با قرص و اینا این قضیه رو حل کنیم. منتها اینا متاسفانه بعد از مهسا، من تا 4 ماه اول مهسا باز یه خورده کجدار مریض تمام تلاشمو کردم، دیدم نه اینا راهی نیستش، دو شمشیر از رو ببندیم، یعنی متاسفانه جراحی هجومی باید بکنیم. خب من الان اینجا واسم دو تا سوال فقط پیش میاد. یکی اینکه شما مثلا میگید که بچه شیعه ها، خب اگه بخواین از لحاظه مثلا افرادی که مسلمان هستن، خب توی سنی ها هم افراد رادیکال خیلی زیاده، چه اتفاقی میفته که شما مثلا میگین بچه شیعه؟ چون من خواهم اینو از واسه اطلاعات خودم بپرسم، برای همین ازتون میپرسم. چون اگه مثلا به افرادی که سنی مذهب هستن نگاه بکنیم، توی اونا هم رادیکالیزم، و حتی حرف خودتونه میگید شیعه ها خیلی آدمای چی میگن خرافاتی هستن و سنی ها مثلا آدمایی هستن که آدم میکشن. ولی چی میشه که شما همیشه میگین بچه شیعه ها؟ اینو دوست دارم از شما بدونم. این یه سوال، یه سوال دیگه میپرسم. اسلام زمانی که اومد، از محمد بعد که رسید به ابوبکر و عمر و عثمان بعد علی، دنیای سنی مواجه شد با پسر ابو سفیان معاویه. ببینید شما معاویه و یزید، اینا به مانند محمد رضا شاه و رضا شاهن، یعنی اینا دیدن که 43 سال، چون زمانی که معاویه حکومت گرفت 43 سال از اسلام گذشته بود و دیده بود که این اسلام نابود کرده، منتها نمیتونست علنی علیه اسلام بجنگه، اومد پایه‌گذاری حکومتی رو کرد که آقا مثلا شما مشروبتو بخور، شما مسجدتو برو، یه فضا رو اینجوری می‌خواست تلطیف کنه که حسین درگیریشو یا خود حسن و علی، حتی علی که بعد فوت شد، اینا درگیریشون با معاویه هستن، چون به این خانواده ابو سفیان خانواده با کلاسی بودن، جز خانواده های اصالت داری بودن، معاویه به اخر پسر ابو سفیان بود و اینا میخواستن اسلامو یه جورایی در قالب یه فرهنگ درش بیارن. از اونجا به بعد حکومت های اسلامی سنی همین مسیر رفتن، شما محمد بن سلمان اصلا، بله. تمام شاهزاده عرب همشون ببخشی خانوم باز و اهل عشق و حال و اصلا احکام اسلامی رو بیاره. اسلام سنی در توده مردمشونه که اون جنایتکاری رو داره، ولی قدرت ندارن، یعنی خود حکومت سنی. ما الان قضیهمون برعکسه، چون شیعه همیشه اون قدرتی که میخواسته بگیره همیشه تو سریخور بوده، همیشه میخواسته قدرت رو بگیره و هر جام قدرت رو نتونسته بگیره. یه دور تو دوران شاه اسماعیل صفویه که خب دیدی تا قدرت رو گرفت، به هر حال اونم جنایت‌های خودش رو داشت با مردم، البته تونست فلات ایران، حتی دستاوردی باز داشت، فلات ایران رو تونست زیر یک پرچم جمع کنه. یکی هم اینان که انقدر جوگیرن، هر چی بهشون میگین، یعنی هی میگن ما سقوط نکردیم 44 سال. خب بابا ناصرالدین شاهی که از شما خیلی داغون‌تر بود 50 سال حکومت کرد. شما هنوز اندازه ناصرالدین شاه که اون همه زن داشت و اینا، من نمیدونم کی وقت داشت بره حکومت داری کنه، هنوز حکومت نکردی. یه جریان میدونید گدا میشه مثلا معتبر دیگه، اینا جریانی که گدا بشه معتبر، اینا یعنی واقعا شیعه جریان گداییه. من چون حکومت داره من میگم شیعه، چون حکومت داره خیلی درگیرن. حتی شیعیان شاید داخل ایران هم ندونن که مثلا کسایی که سنی هستن به خصوص تو خارج کشور، اصلا اینا رو مسلمون که نمیدونن هیچی، اینا رو کافر میدونن. یعنی اصلا شما بری به یه آدم مسلمون بگی من مسیحی ام یا اصلا به خدا اعتقاد ندارم، بیشتر برات احترام قائل هستن تا بگی من شیعم. اینو واقعا من دوست سنی داشتم، این من بهش یه چیزی تعارف میکردم از دست من نمیخورد، چون ایرانی بودم و میدونستی که مثلا میگفت تو شیعه هستی، این شکلی نگاه میکنن. بله. یعنی حتی این شیعیان نمیدونن که از دنیای مسلمان اونا رو حتی حساب نمیکنه، متاسفانه. میدونی اصلا ما شیعه اصلا ما ببینید بخش سخت افزارش ایرانی زرتشتیه، متاسفانه از این بابتی، چون ما شیعه شدیم که به دنیای اسلام که به ما حمله کرده بود ما تو دنیای اسلام اختلاف بندازیم. تنها دلیلی هم که ما شیعه علییم بابت اینکه بعد از مرگ محمد ابوبکر خلیفه شد، یعنی اگر علی خلیفه میشد ما الان شیعه ابوبکر بودیم. درست. شما بودیم. درست.
شما برامون فرق نداشت، ما میخواستیم که ببینیم کی قدرت داره طرف اون یکی بشیم اختلاف را بندازیم. بله. یعنی برای همین ببین شما شیعه یه دستمال کثیفیه پر از دو... آخه اصلا تمام این دروغ‌هایی که تو کتابای شیعه از جمله کتاب کافی که سه بخش، اصول کافی، فروع کافی و روزه کافی یا هیئت المتقین یا صحیفه سجادیه شما نگاه کنیم، ما انقدر روایت چرت و پرت درست کردیم که این دنیای اسلامو خراب کنیم. منتها الان دامن خودمون هم گرفت، یعنی در طول تاریخ ما با دروغ را... همینی که ما در باور زرتشتی میگیم راه در جهان یکیست، آن راه راستی است. نیاکان ما به هر دلیلی با دروغ شیعه رفتن به جنگ اسلام، الان دامن خود باورشون شده. یعنی الان مثلا ما امام زمان راه انداختیم که خراب کنیم داستان اسلام بس. اینا را، ولی الان اینا واقعا باورشون شده امام زمان میخواد بیاد. یعنی اینجاست که آدم شوک میشه. همون چیزی که میمونه جز مار شیعه داره خودشو مثلا میبله. یه مقاله دیروز خوندم از این آقای عبدی اصلاح طلب، این چون الان دارن حمله میکنن به حجاب استایل ها، یعنی خود یه بخشی از تندای مذهبی به این خانمی که چادری صورتی قهوه سوخته. بله نه اینا که حجاب استایل اینجوری قهوه پدر سوختن اینجوری. بعد این چیز کرد حمله میکنن، آقای عبدی نوشته بود که این که اینا الان دارن دیگه حملاتشون از خانمای بی حجاب رسیده به حجاب استایل ها، حجاب استایل کاملا سرشون رو میپوشونن ولی چادر ندارن. گفت این به مانند فرد معتاد دیگه که دوز موادش رفته بالا دیگه. بله دیگه جواب نمیده بزنه بی حجاب گیر بدن دیگه، بعد به خودیاشون این مار شیعه خودشو داره میبله. نه کار اینا تمومه، علاوه فرهنگی اینا کارشون. امسال اتفاق بزرگی افتاد، اولا بزرگترین روزخاری دست جمعی در تاریخ اسلام تو ایران رخ داد. بعد محرم شهرابی من تو ضعیف ترین حالت ممکنه خودم، چون اپوزیسیون منو فش میده. بله اپوزیسیون برنامه‌رم فش میده برام، نظامم که اون بچه مذهبی ها منو ول کردن. یعنی من تو بدترین حالت خودم کمپینی رو گذاشتم که تو 1400 سال کسی جرئت نکرد. بعد مردم مشروب می‌خوردن میگفتن درود بر یزید لعنت بر حسین. این یه اتفاق حالا گور بابا یزید، ما می‌خوایم حفظ اینا رو در بیاریم، ولی یه شاهکاریه. نه واقعا یه اتفاق این یه سازیه چند سال دیگه صداش در میاد. یعنی این قضیه چون آرامگاه کوروش هم ما سال 82 خورشیدی ما که رفتیم چهار نفر بودیم، هفتم آبان من بودم و سه تا دیگه بچه‌ای که نزدیک حزب پانیرانیس بودن. بعد من بهشون گفتم که یک روزی میشه هفتم آبان همه میگیرن. بعد از سال 85 اینا با شهرام همایون دوست شدیم، شهرام همایون اومد پشت قضیه، بعد هی قضیه بالا شد. بعد سال 95 یه میلیون نفر رفتن. یعنی این اتفاق محرم شرابی سالهای دیگه پربارتر خواهد شد. بله. یه اتفاق بزرگیه. نه اینم شایدم تو برنامه حالا من سالم، ولی مثلا اینکه دوستان هم کامنت ها رو میخونن میخوان بیان بالا. حالا ایشالا رو اگه شما سال دوباره تو ببینیم میخواییم مثلا جمعش کنیم دیگه، چون خانمان okay. تموم من شما بپرسیم. من چیزی که در با تو اپوزیسیون هستم و میگید که اینا فان میگیره، اینو من رو میدونم. مثلا حامد اسماعیلیون واقعا فاند نمیگیره از جایی، واقعا شایعه است که میگن این آدم مجاهده. من رفتم شخصا ازش پرسیدم شما فاند میگیری؟ دارم میرفت سر کار. یعنی این آدم به نظر من توی اپوزیسیونی که مثلا وجود داره در کنار مثلا شما یه آدم واقعا درسته. مثل آقای مثلا حالا است بخوام ببرم، به هر حال میرن واسه خودشون مهمونی و حرفایی که شما همیشه ازشون میزنید و میرن دور هم باشن و یه فاندی بگیرن، واقعا اون شکلی نیست. و یه چیزی هم که همیشه تو ذهنم بود که آقای دانا همیشه میاد تمام چیزا رو خوب تجزیه تحلیل میکنه، ولی یه چیزی اینجا واسه من یه باگی داره در مورد اینکه گفتید که پرواز 752 تصادفی بوده. این یه چیزی که امید دانه که من انقدر قبولش دارم، این یه دونه چرا اینو میگه؟ چرا میگه تصادف وقتی که میدونیم؟ نه تصادف من خدا گفت من فرنامه هاتون رو حفظم میتونم برای بسید کامشون رو هردم. گفتم اتفاق بوده، یا عمدی زدن یا عمدی نزدن، در هر صورت این پدیده اتفاقه. اتفاق دیگه اتفاقی که عمدیه، اتفاق عمدی افتاده، ولی اجنس عقیدتی نبود که من اون موقع خودم رو کنم. یعنی ما خب با بچه های اتاقمون مثلا من و داریوش دولتشاهی که قبلا مشاور رضا پهلوی بود و اینا، خب ما مثلا همش خب خیلی حرص میخوردیم، ولی میخواستیم خودمون رو خرج نکنیم. بخاطر ببخشید من اپوزیسیون تأثیری نداره، ولی اون فرمانده سپاه تأثیر داره. من تونسته بودم با بخشی از این سران سپاه ارتباط بگیرم. بله هم نمیخواستم خودم رو خرج. الانم که با تازه بگم ما الانم مطمئن نیستیم کار درستی کردیم بعد از مهسا امینی شمشیر از رو بست.
هستیم. یعنی نمیخواستیم خودمون رو کنیم، یعنی ما خودمون الان تو خودمون هم درگیریم که آیا بهتر بود که مثلا بعد از مهسا باز دندون رو جگر بذاریم. منتها من دیگه ترسیدم، یعنی بعد از اتفاق مهسا گفتم دوستان ما اگه بخوایم این نقش رو دیگه ادامه این نقش رو بدیم، اگر تازه موفق بشیم، ولی جنایتی که اینا دارن میکنن دامن ما رو میگیره دیگه. اون موقع دیگه نمیشه پاکه، چون سطح جنایت اینا دیگه اینقدر رفت بالا رفتش. من آدم شجاعی ام، ولی واقعا دیگه ترسیدم. نه که بخوام بچی علاوه اون وجدانی اینا دیگه نتونستیم، یعنی یه بخشی از اتفاق مهسا امینی که ما خودمون رو کردیم، یه بخشش که الان قابل نقد میتونه باشه اینه که ما احساسی هم برخورد کردیم، یعنی احساساتمون هم جریه دار شد به بخش سیاسیمون که من به بچه‌ها گفتم من دیگه نمیتونم ادامه بدم. آره. یعنی این دفاع ظاهری رو دیگه نمیتونم داشته باشم، چون اینا دیگه رفتن. کارتون واقعا درست بوده، اصلا احساسی و وجدانی. یعنی توی این دوره کسی که الان خودتون میدونین که داره ادای شما رو در میاره، ادای چند سال پیش شما مثلا آقای علیزاده، و دیدید که اصلا چه اتفاقی براش افتاد. یعنی شما واقعا به نظر من درست ترین کار ممکنه کردین که اومدین کنار مردم خودتون که انقدر داره بهشون ظلم میشه ایستادین. و من برنامه شما رو دیدم، اشکایی که شما واسه دختر میریزید، یعنی واقعا قلب من به درد میاد. این مثلا محسن شکاری خیلی به هم ریختم، چون مثلا محسن شکاری چون 18 روزه اعدامش کردن، چون من تو یه دوره زیر حکم اعدام بودم، این برای خودم زنده شد، چون من 2 ماه زیر بحث حکم اعدام بودم تو زندان سری آخر. حالا فیلم های دادگامینا هست، ولی یعنی باورم نمیشه 18 روزه، چون دوران ما، من خب تاریخ جمهوری اسلامی رو خوب میدونم، کسی رو دستگیر میکنن تا به اعدام برسه 2 سال حداقل طول میکشه. 18 روزه یعنی خیلی اتفاق عجیبی، خیلی فاجعه است، خیلی فاجعه است. ببینید یه جایی شد که ببینید یه بحثی که پیش اومد، بخشی از این بچه‌ها تو نظام یه مقدار تو این 5 سالی که ما ارتباط گرفتیم اینا علاقه مند شدن به ایران، یه مقدارم خب ما دیگه داشتیم تلاش میکنیم با شیعه اینا بسازیم بکنیم شیعه آریایی، یه مقدارم یعنی ما داشتیم دو طرف نزدیک میشدیم. اتفاق مهسا این شد که این دو طرفی که دارن نزدیک میشن مجبور شدن انتخاب کنن، یعنی یا این ور یا اون ور. این انتخاب کردنه بین ایران و این شیعه اتفاق چیزی بود دیگه، یعنی اتفاق عجیب بود. اتفاق مهسا یعنی تمام مسیر 5 ساله ما رو خراب کرد. ما 5 سال هم فوشمون میدادن، ولی برامون مهم نبود، ما کارمون رو میکردیم چون داشتیم تاثیرمون رو میذاشتیم. و خود خامنه ای اصلا ادبیاتش خیلی ملی شده بود، یعنی اصلا خامنه ای دیگه کمتر از امت. الان 2-3 تا سخنرانی خامنه ای رو من گوش میکنم میگم آها این چقدر شدید داره اسلام میکنه، در حالی که تو اون مقطع دهه 90 خامنه ای دیگه بحث اسلامو یه مقدار داشت پایین میاد، ولی اونم الان به چیز شده، یعنی اونم اتفاق مهسا. خب خامنه‌ای هم داشت یه مقدار ایران میکرد. این اتفاق خامنه‌ای رو یه دفعه چشاشو باز کرد که نه بعد بره پشت اسلام، چش ما هم باز کرد بعد بریم پشت ایران. یعنی الان دقیقا. یه دشمن علنی شدیم همه با هم. بله و واقعا به خودتون باید خیلی افتخار بکنید. من فقط قبل از اینکه یه خلاصه بکنم به این افرادی که میگن من از طرف اپوزیسیون اومدم، نمیدونم پرستوام، نمیدونم زشتم، اینطوریام اونطوریام، فقط می‌خواستم بهتون بگم از طرف هیچکی نیومدم، اصلا کارم روان درمانیه و نه پرستار نه هیچی. ولی به هر حال آقای امیددان خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم و من همیشه برنامه‌هاتون رو می‌بینم، یعنی همیشه برنامه‌هاتون رو می‌بینم و مرسی که کنار مردمتون ایستادید. خیلی ازتون ممنونم. قربونتون برم. خدا نگهدار. خیلی ممنونم. خب من دوستان دیگه ای که میخوام بیان بالا ببینم که چرا ما اینجا اصلا کسی رو نداریم الان ریجستر بکنیم، بعد کامنت بدن دوستانی که میخوام بیان بالا. من چون اینجا الان قسمتی که ریکوست ندارم کسی رو بیارم بالا، هرچند یکی دو نفر دیگر هم بیاریم بالا که جمع کنیم. کسی که میخوام بیان بالا من کامنت بدن یه لحظه. خب حتی در مورد حامد اسماعیلون صحبت ایشون درسته که واقعا داره کار سیاسی میکنه، ولی با مسائل سیاسی حامد اسماعیل من مشکل دارم. مشکل دومم اینه که بحث حامد اسماعیلون سیاسی نیست، صرفا شخصیه، چون تا قبل از اتفاق همسرش ایشون سالها در کانادا بوده، کار سیاسی نکرده و خانومش هم خودش هم میرفته ایران میومده. یعنی اگر این اتفاق 752 نمیافتاد، حامد اسماعیلون حتی برای زن زندگی آزادی هم شاید خیابون نمیومد که موقعیتش برای رفتن به ایران و این خراب نشه. این که الان همسرش کشته شده، خب معلومه این حامد اسماعیلون الان شما نمیتونی بگی فان میگیره، اون الان براش یک انگیزه شخصی علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده. مثلا دعواش با رضا پهلوی هم من برنامه ساختم، گفتم اینجا
من حالا از نظر سیاسی امیر اسماعیلی رد شده است، از نظر نگاه و زاویه دیدش هم در مبارزه با جمهوری اسلامی برای من صرفا از نظر سیاسی بی ارزشه، چون اون داره شخصی کار میکنه. ولی حامد اسماعیلی اونجا دعواش با رضا پهلوی حق با حامد اسماعیلی بود، به خاطر اینکه اون داشت میگه آقا کارگروه بزنیم، رضا پهلوی میگفت نه. یعنی این قضیه ها دوستانی که الان میخوان ریکوست دادن الان میتونم ببینم. خب بذار دوستانی که میخوان ریکوست دادن بذار آقای حامد رو بیارم بالا. آقای حامد بفرمایید بالا.